درود دوستان عزیزم، بسیاری کامنت نوشته بودن که درس های ده فعل در روز رو با یک مثال برامون عنوان کنید تا بتونیم معنا و جایگاه فعل رو بهتر درک کنیم. شما اگر بیان کتاب های زبان آلمانیتون رو نگاه کنید میبینید که اول اومدن متن گفتن، بعد کلمه، بعد گرامر و بعد تلفظ. به خاطر اینکه شما وقتی که دارین کلمه یاد میگیرید نیاز ندارید که گرامر یاد بگیرید و وقتی که دارین گرامر یاد میگیرید نیاز ندارید کلمه یاد بگیرید. در واقع اون مقطعی که دارید اون کار رو انجام میدید فقط فوکوستون بر روی همون کار باشه. مثل یک فوتبالیست زمانی که داره تمرین پاس میکنه شوت نمیزنه یا زمانی که داره تمرین شوت زدن میکنه پاس نمیده. پس شما هم وقتی که دارین کلمه یاد میگیرید فقط کلمه یاد بگیرید. موضوع دوم این بود که خیلی‌ها گفته بودن که کاربردی تر باشه. شما نیاز دارید که معنای فعل‌های زیادی رو بدونید و معنای فعل کاربردی وجود نداره. شما وقتی که میخواین توی جامعه بفهمید که افراد چی میگن، سر کار بفهمید در آینده افراد چی میگن، فیلم ها یا سریال ها رو متوجه بشید، نمیتونید به کارگردان زنگ بزنید و بهش بگید که لطفاً از فعل های کاربردی استفاده کن تا من فیلم ها تو بفهمم. درسته؟ به خاطر همین هر چی که فعل هست رو یاد بگیرید. مثل یک بچه، شما مثل یک بچه هستید که میخواد یک زبان رو یاد بگیره. بچه اول فعل ها رو یاد میگیره و بعد شروع میکنه ازشون استفاده میکنه و حرف میزنه. با چیزایی که یاد گرفته رو با هم ترکیب میکنه و حرف میزنه و مینویسه. پس شما هم دقیقا مثل یک بچه خودتون رو بدونید که داره فعل ها رو یاد میگیره که بتونه در آینده باهاشون حرف بزنه. پس بریم که درس امشب رو یاد بگیریم. abfallen افتادن، abfallen افتادن، abfallen افتادن. مثلا برگ های درخت ها در پاییز می افتن. abgehen ترک کردن، دور شدن. abgehen ترک کردن، دور شدن. abgehen ترک کردن، دور شدن. مثلا یک قطار از شما دور میشه یا مدرسه رو شما ترک میکنید، دیگه ترک تحصیل میکنید، میشه abgehen. abklingen فروکش کردن، کم شدن. abklingen فروکش کردن، کم شدن. abklingen فروکش کردن، کم شدن. مثلا تب یا مریضی یا یک صدا میتونه فروکش کنه، کم بشه. abklingen. angehen مربوط بودن، angehen مربوط بودن، angehen مربوط بودن. یه مسئله میتونه به یه نفر مربوط باشه یا نباشه. مثلا میخوایم بگیم به تو مربوط نیست، میشه das geht dir nicht an. anhaben پوشیدن، به تن داشتن. یک لباس یا روسری میشه anhaben. anhaben پوشیدن، به تن داشتن. یک لباس یا روسری میشه anhaben. anhaben پوشیدن، به تن داشتن. یک لباس یا روسری میشه anhaben. anschreiben یادداشت کردن، anschreiben یادداشت کردن، anschreiben یادداشت کردن. aufspringen پرش به بالا، aufspringen پرش به بالا. springen یعنی پریدن از روی چیزی. aufspringen پرش به بالا.
Springen یعنی پریدن از روی چیزی، ولی aufspringen انگار توی ورزش که به بالا میپری. Aufsteigen صعود کردن، به یک قله شما aufsteigen میکنید. Aufsteigen صعود کردن، به یک قله شما aufsteigen میکنید. Aufsteigen صعود کردن، به یک قله شما aufsteigen میکنید. Ausgleichen تسویه حساب کردن، جبران کردن. Ausgleichen تسویه حساب کردن، جبران کردن. Ausgleichen تسویه حساب کردن، جبران کردن. شما به یک بانک بدهکاری دارید، میرید پولش رو پرداخت میکنید، انگار شما Ausgleichen کردید. Auskommen از پس چیزی برآمدن. Auskommen از پس چیزی برآمدن. Auskommen از پس چیزی برآمدن. توی فارسی هم میگیم که از پس کاری بدون کمک برآمدن. پس توی آلمانی میگیم Ich komme auch ohne deine Hilfe gut aus. یعنی بدون کمک تو هم از پسش برمیام. افتادن abfallen، افتادن abfallen، ترک کردن دور شدن abgehen، ترک کردن دور شدن abgehen، فروکش کردن کم شدن abklingen، فروکش کردن کم شدن abklingen، مربوط بودن angehen، مربوط بودن angehen، پوشیدن به تن داشتن anhaben، پوشیدن به تن داشتن anhaben، یادداشت کردن anschreiben، یادداشت کردن anschreiben، به بالا پریدن aufspringen، به بالا پریدن aufspringen، صعود کردن aufsteigen، صعود کردن aufsteigen، تسویه حساب کردن، جبران کردن ausgleichen، تسویه حساب کردن، جبران کردن ausgleichen،
از پس چیزی برآمدن، auskommen. از پس چیزی برآمدن، auskommen.